بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز، امیدوارم همگی خوب باشید، تندرست باشید و سلامت، خسته فصل امتحانات نباشید. دانش آموزایی که فارغ التحصیل نشدن هنوز، امیدوارم که امتحانا رو به خوبی و خوشی بدید، نمره های عالی کسب بکنید و مجموعه سبقت هم بتونه در این راستا به شما کمک بکنه. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. اگه یادتون باشه جلسه پیش درباره مسند صحبت کردیم، تا شماره 6 اومدیم، حالا رسیدیم به شماره 7. بچه ها بحث دستور یکی از بحث های بسیار بسیار مهمه، جلسه پیش خدمتتون گفتم، و غیر ممکنه که توی کنکور 1401 شما بحث دستور رو نداشته باشید. حالا انشاءالله امشب یه سری نکاتی رو خدمتتون باز ارائه میکنه. بچه یه نکته خدمتتون بگم، این رو لطفا خوب تو ذهنتون داشته باشید که مسند، بچه ها مسند بر متمم ارجحه، ارجح است. یعنی اگر جایی رو متمم دیدید و مسند دیدید، مسند رو شما اصل قرار میدید توی تست ها، دیگه به متمم توجه نمی کنید. پس اگر شما یه فعل اسنادی دیدید که فعل اسنادی در معنای اسنادی باشه و مسند اومد، حتی اگر قبل حرف اضافه اومد، باز هم بچه ها مسند در نظر میگیرید. پس مسند بچه ها چیه؟ بزرگتر از هست از متمم. این نکته رو لطفا توی ذهنتون داشته باشید. این کیف از چرم طبیعی است. الان از فعل اسنادی بچه ها هممون هم قبول داریم، از حرف اضافه است. چرم طبیعی رو در اصل باید بگم متمم، ولی من میگم اینجا چی بچه ها؟ مسند. چرا؟ چون این قاعده رو باید یاد داشته باشید که مسند بر متمم چی بچه ها؟ ارجه، برتره، قویتره. به اصطلاح او از بهترین معلمان پرتلاش بر است، از بهترین معلمان پرتلاش من، همش میشه مسند. نگیم چون حرف اضافه داریم متممه، میشه گروه اسنادی یا مسند. این پس بچه یکی از نکات مهمه، توی تست ها باهاش سر و کار دارید حتما. بچه ها حتی مسند از بدل هم چی بچه ها؟ بزرگتره. این هم توی ذهنتون باشه. بریم بعدی. گفتیم گاهی بعضی از ارکان هست میشه، حتما توجه به معنا ضروری است. ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو است، چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی. ای کسی که چشم عقل در اوصاف روی تو چطور است؟ خیره است. بچه ها ساختار جمله رو درست کنیم. ای کسی که چشم عقل، یه نکته اینجا بگم تو بحث دستور خیلی توی سوالات کانون و گزینه دو بچه ها سوال میدن این رو، لطفا یادش بگیر. شما زمانی که یک ای داری، بلافاصله کلمه بعد رو منادا در نظر نمیگیری. الان منادای من محذوف بچه ها، کسی که هست. ای کسی که چشم عقل در اوصاف روی تو خیره است. نگاه کنید ساختار اومده اینجا، این خیره رو الان من مسند در نظر میگیرم. پس حواستون باشه زمانی که شما فعل های استادی رو میبینید، بلافاصله کلمه قبلش رو به عنوان مسند در نظر نمیگیرید. اول ساختار رو درست بکنید، بعد بیاین نوعش رو مشخص بکنید. یه نکته دیگه بچه ها، ما شناسه هامون اون هم توی ماضی نقلی بچه ها، حواستون باشه که فعل اسنادی بهتون میده. مثلا میگفتی خستم، این امش به معنای چیه؟ هستمه، اسنادیه. پس خسته میشه چی؟ مسند. یک جمله چند جزئی میشه بچه ها؟ یک جمله سه جزئی با مسند میشه. اگر تو موافق باشی، باشی رو توی ذهنتون داشته باشید که بچه ها باشی از شد گرفته میشه و شد فعل اسنادیه. چون فعل اسنادیه پس موافق. این هم توی تستا خیلی باید سر و کار داریم.
بچه دقت داشته باشید، فعل مرکب، من درباره فعل مرکب حالا مفصل توضیح میدم در اسلاید های بعدی، ولی این نکته رو توی فعل مرکب توی ذهنتون داشته باشید که هر زمانی که یک فعلی داشتید و کلمه قبل از فعل به همراه این فعل یک معنا و یک مفهوم رو داد و این کلمه‌ای که اینجا قرار میگیره بینشون نتونیم ما صفت یا مضاف الیه اضافه کنیم، نمیتونیم صفت یا مضاف الیه اضافه کنیم، اینو بهش میگیم چی؟ فعل مرکب. ضمناً این کلمه بچه ها زمانی که نقش های اصلی مثل متمم، مثل مسند، مثل مفعول رو گرفت دیگه حق نداریم بگیم فعل مرکبه. مثلا میگیم سر خورد، الان کلمه سر خورد یک فعل مرکبه. چرا؟ چون من نمیتونم بگم سر خوب خورد یا سر بد خورد یا سر عالی خورد. پس کلمه سر خورد میشه یک فعل چی؟ یک فعل مرکب. بچه ها گفتیم فعل مرکبه به شمار رفتن یا به شمار آمدن فقط و فقط مسند میخواد. میگیم تختی پهلوان به شمار می آید یا به شمار می رود. چطور به شمار می آید؟ پهلوان. پس پهلوان میشه چی؟ مسند من. اگه این رو تو اون نکته هایی که توی اون قسمتی که فعل ها رو مشخص می کردم حواستون باشه، این نکات اونجا چی دور بچه ها وجود داشت. بچه ها این قسمت ها دیگه برای هر کدومش یک مثال گفتم تا شماره 15. اینم مهمه بخونید. بودن بچه ها این خیلی داره استفاده میشه، اگه به معنی داشتن باشه یا وجود داشتن باشه دیگه به معنای اسنادی نیست، حواستون باشه. این همه مردم نبود، این همه مردم نبود، اون نبود چون معنی وجود داشتن بهتون داده، این نبوده چون معنی وجود داشتن یا وجود نداشتن داده دیگه اسنادی به حساب نمیاد. کتاب در جیبش بود، کتاب در جیبش وجود داشت دیگه اسنادی به حساب نمیاد و در جیب رو فقط میگم چی؟ متمم. گفتی پایه های میز در آب بود، پایه های میز در آب وجود داشت پس متممه. عزیزان خوب دقت داشته باشید، هر زمانی که شما وجود داشتن داشته باشید دیگه فعل اسنادی به حساب نمیاد. خوب دقت بکنید بچه ها، گاهی وقتها حرفای اضافه های ما از جمله حذف میشه که باید خودمون اون حرف اضافه رو در جمله قرار بدیم که مسند میشه یا مسند نمیشه. کتاب روی میز است. بچه ها نگیم الان فعل اسنادیه. چرا؟ چون این معنی وجود داشتنه. چقدر از وجود داشتن دارم میگم؟ الان تست 98-99-1400 رو هم امشب میزنیم ها. الان روی میز بچه ها در اصل باشه با کدوم حرف اضافه باشه؟ کتاب. جواب در روی میز است، درسته؟ پس این روی میز رو چی در نظر میگیریم؟ متمم در نظر میگیریم. بچه ها که صدای من رو دارن عدد یک رو بفرستن بدو سری لطفا، حواستون نیست اصلا ها، بکنم خواب اینها، درسته؟ کیا خوابن؟ چه جواب نمیدیم پس؟ جواب بدیم بچه ها، ازتون جواب میخوام ها. خب او تهران بود، این بود معنی وجود داشتنه پس دیگه اسنادی به حساب نمیاد. چقدر دارم تکرار میکنم؟ روی میز؟ نه نه، روی میز یعنی بالای میز، بالا حرف اضافه نیست، بالا حرف اضافه به حساب نمیاد. روی میز رو با هم میگیم کتاب در روی میز است، در حرف اضافه، روی میز با هم چیه؟ متممه، درست شد؟ بچه یه نکته بگم، شما همیشه توی فعل‌های اسنادی باید رابطه با نهاد یا با مفعول داشته باشی.
الان میتونیم بگیم روی میز رو به کتاب نسبت دادیم یا تهران رو به اون نسبت دادیم؟ نمیتونیم بگیم. پس دیگه مسندی هم به حساب نمیاد. بچه شدن در سه تا معنی اسنادی نیست: به عمل آمدن و اتفاق افتادن و امکان داشتن و فرار رسیدن. ورق بزنیم از اینها. گشتن خیلی داره میاد، قبلا بهتون گفتم، باز دارم تاکید میکنم، زمانی که به معنی چرخیدن و وارسی کردن دیگه اسنادی به حساب نمیاد. چرخ ماشین میگرده، چون به معنی چرخیدن دیگه نیستش. اما بچه ها میگم هوا سرد گشت، نگاه کنید الان سرد چیه؟ معنی مسند منه. چرا؟ چون سردی رو به هوا نسبت دادیم، چون به معنی چرخیدن و وارسی کردن نیستش. بریم یک کمی تحلیل بکنیم بچه ها. الان همه جواب بدن توی بیت 1، 2، 3، 4 و 5. توی بیت 1 آیا مسند داریم؟ اگه مسند داریم کدوم کلمه است؟ زود باشین ها. باریکالله بچه ها، فقط اینجا من که هستم، من که هستم، این رو میتونیم مستند در نظر بگیریم. اما اینجا دریا از وجود داشته، پس این غیر اسنادیه. گر او هست وجود داشت، پس این غیر اسنادیه. حقا که من وجود ندارم، پس این چیه بچه ها؟ غیر اسنادیه. دور به من بگین بچه ها، فقط یه نفر جواب میده ها. 2. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. مسندم توی بیت 2 چیه؟ ببینم کی درست میگه. زود باشین ها. اول ساختار رو درست کن. بچه ها ساختارم اینه: سرشتم پرورده عشق شد. سرشت میشه چی؟ نهاد من. پرورده عشق میشه مسند من. شد هم میشه اسنادی من، فعل اسنادی. پس اینجا دانش آموز سرشت رو به عنوان مسند در نظر نگیره. احسن. جز عشق سرنوشتم مباد مباشد. سرنوشتم جز عشق نباشد بچه ها. ما جز عشق رو اینجا به عنوان مسند در نظر میگیریم. مباد هم فعل دایی که از باد و باشد هم میتونیم به عنوان هست در نظرش بگیریم. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین. بچه ظاهر مبین یعنی نگاه نکن. دیو آدم را نپندارد غیر تین. چطور نپندارد؟ غیر تین مسند. این نبیند به معنای نپندارده، به حساب آوردنه. وقتی دل سودایی میرفت، بوی گل ریحان ها مرا بیخیشتن کرد. پس بیخیشتن میشه مسند. این کرد به معنی گردانده. ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو است. ای کسی که چشم عقل در اوصاف روی تو خیره است. خیره میشه چی؟ مسند. ساختارش اینجوری میشه بچه ها: ای کسی که چشم عقل در اوصاف روی تو خیره است. الان خیره رو بچه ها چی در نظر میگیریم؟ مسندم. درست شد؟ این هم از این. بریم استاد بعدی. بچه ها تو اینجا یه تمرینی بهتون دادم، جواب تمرینارم خودم دادم. خب فقط یه زحمتی میکشید شما اول خودتون این افعال رو میخونید، این نص رو میخونید، بعد ببینید که آیا فعل اسنادی دارید یا ندارید. اگه فعل اسنادی داشتید دورش رو خط میکشید. درست شد؟ اینا رو دیگه برای خودتون نیا کن. جواباش هم اینجاست. باز با پنداشتن، باز با نامیدن، باز با گفتن، فعل هایی که خیلی معروف و خیلی مشهوره من براتون اینجا چیکار کردم؟ آوردم. پس لطفا به این قضیه خوب دقت بکنید.
بحث مستند بچه ها تمومه، بریم یکمی تست بزنیم مستند رو، یه چند تا تستش رو میزنیم، بقیه تست ها رو به خودتون واگذار میکنم، یک مطالعه داشته باشید بحث مستند رو، بعد بیاین تست ها رو بزنید. تست اول رو ببینم چیکار میکنید بچه ها. تست تجربی 98 پاسخمون ببینیم چی میشه. جواب بچه ها. گفته تعداد مستند از کدوم ابیات یکسانه؟ مهندس صداش جواب نمیدن بچه ها. یه نفر جواب داد. بچه ها حواستون به کلاس باشه، یکی میخوام ذهنتو با تستا درگیر بکنم. عزیزان همه توجه داشته باشن، دانش آموزی که ذهنش با تست درگیر نشه، خودش و ذهنش رو به چالش تو این قسمت نکشه فایده ای نداره ها. من این تستا رو تونتون همه رو حل میکنم ولی هیچ فایده ای نداره. مهم اینه که شما درگیر بشه ذهنت، مهم اینه که به این تست توجه بکنی، جوابی که انتخاب میکنی آیا با جواب من مطابقت داره یا مطابقت نداره. لطفا به این مسائل دقت بکنیم، حداقل الان که زمان گذاشتیم تمرکز بکنیم، این بحث رو یاد بگیریم، چند تا تست رو تحلیل بکنیم. گفته تعداد مستند در کدوم ابیات یکسانه. آقا من اینجا گزینه دارم، 1 2 3 4. الف، در عالم زیبایی تو خواجه معروف هستی. تو چطور هستی خواجه معروف؟ پس این مسند منه. در گوشه تنهایی من بنده گمنام هستم. پس در گوشه تنهایی من بنده گمنام، این هم مسند. پس این چند تا شد؟ دوتا. ساقی از این مقام شد. بچه شد به معنی رفته، چون به معنی رفته پس چی؟ غیر اسنادیه. صبح نشاط شام شد، این اسنادیه. پس شام میشه چی؟ مسند من. خواب خوشم حرام شد، با شد اسنادیه، معنی رفتن نیست، حرام میشه چی؟ مسند من. باده خوشگوار هم چی شد؟ حرام شد، باز شد اسنادیه و حرام میشه چی؟ مسند من. این چند تا مسند داشت بچه ها؟ این که هیچی، 1 2 و 3 تا مسند. پس گزینه الف و ب هر جایی باشه اشتباهه، خب نیستش. جیم، در سرم هست. بچه ها در سرم هست یعنی در وجود دارد، پس این چی؟ غیر اسنادیه. که خاک کف پای، که چطور شوم خاک کف پای تو شوم، میشه مسند من. من بر اینم. بچه ها من بر این هستم، من چطور هستم؟ بر این، این هم میشه مسند. مگرم بخت چطور نشود موافق، پس میشه چی؟ مسند. چند تا شد؟ 3 تا. 1 2 3. گزینه ب و جیم کجاست؟ پس پاسخ میشه گزینه چند؟ گزینه 3. با وجود تو نمانده است امیدی ما را. نمانده است بچه فعل ماضی نقلیه دیگه، مسند نیستش. که رخ خوب تو چطور دیباچه هر امید است، پس دیباچه هر امید میشه چی؟ مسند من. کلن چند تا داره؟ 1 داره، درست شد؟ پس اونی که توی این تست جواب من هست پاسخ همیشه 3 بوجیم، چون در بوجیم ما 3 تا مسند داریم. فقط عزیزان توجه داشته باشید که این شد غیر اسنادیه، این هست غیر اسنادیه، این نمانده است غیر اسنادیه، اینا رو حواستون بهش باشه. بریم تست بعدی.
بچه ها این تست یکی، حالا بقیه مواردش و پیوندهای وابسته ساز و اینها رو هم گفتیم، اینو هم تلاش بکنید ببینم پاسخ چی میگین. لطفا دقت کنید. جواب بچه ها باری کلا. خب گفته با توجه به سروده زیر کدام مورد نادرسته؟ بچه نادرسته از ما خواسته تستای بچه کنکور دستور 1400 1401 داره به این سمت میره که در هر گزینه در هر سوال دستور یک مبحثی رو از شما میخوان. من نگاه کنم، یک نگاه کلی بچه ها به تست میکنم، میبینم که توی این قسمت من توی این مسنده خیلی مسلط ترم. اول بیایم از مسند بریم ببینیم آیا جمله چهار جزئی با مفعول و مسند داریم یا نه. اول باید شما دنبال افعال اسنادی بگردی. گفته نادرسته ها، گریه کنی که اگر آفتاب را ندیدی ستاره ها را هم نمیبینی، ماهی در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو می کند و پرنده در آسمان آواز می خواند. بچه آیا ما اصلا فعل اسنادی داریم که مسند و مفعول بخواد؟ گریه کنی آفتاب ستاره ها رو هم نمی بینی، ماهی در آب خاموش است. ماهی در آب چطور است؟ خاموش. این مسنده. ولی بچه ماهی در آب خاموش است، ماهی خاموش است، یک جمله سه جزئی با مسنده، نه چهار جزئی با مفعول و مسند. چهار پا روی خاک هیاهو می کند و پرنده در آسمان. اصلا من جمله چهار جزئی با مفعول و مسند ندارم. پس پاسخ همیشه گزینه چند؟ گزینه سه. بچه ها گفته فعل مضارع اخباری و مضارع نقلی در شعر وجود داره و ماضی نقلی. بله ماضی نقلی که داریم. ندیده ای فعل چیه بچه ها؟ ماضی نقلی. خوب دقت کن، تست انسانی 1400. ستاره ها را هم نمی بینی، نمی بینی هم فعل مضارع اخباریه. حتی آواز می خواند فعل باز هم مضارع اخباریه بچه ها. این که درست. پیوند وابسته ساز و همپایه ساز وجود داره. در جلسه پیش بهتون گفتم ها، در جلسه پیش بهتون گفتم بچه ما دو تا پیوند داریم. باز هم اینجا میخوام تکرار بکنم، یا همپایند یا وابستن. همپای سازا واو، اما، ولی و یا. وابسته سازهامون که، زیرا، تا، به دلیل اینکه، چون و غیره. گفته پیوند وابسته ساز و همپای ساز داریم. گریه کنید که بفرمایید. با رنگ دیگه بنویسم، این چیه بچه ها؟ وابسته ساز. یه همپایه ساز پیدا کن بچه ها بفرمایید. واو هم همپایه ساز، پس تو هم کیچ. چار چیه؟ گفته آفرین خانم امدادیان، عالیه، ممنون آقای حبیبی. سروده از یک جمله غیر ساده و سه جمله غیر ساده. گریه کنی اگر آفتاب را ندیده ای ستاره ها را هم نمیبینی، این یه جمله مرکب. ماهی در آب خاموش است یه دونه، چارپا روی خاک هیاهو میکند دو دونه، پرنده آسمان آواز میخونه سه تا. پس یک جمله مرکب داری، سه تا جمله ساده هم داری. درست شد؟ همین متوجه شدین این تستو؟ بچه ها تست کنکور 1400 بود ها. فقط دانش آموز فقط میدونست مسند و مفعول، کار تموم. بریم تست بعدی. هنر 1400. دقت کن ببینم چیکار میکنی. بچه جهش زمیر یا رقص زمیر یا جابجایی زمیر. من اینجا بنویسم جهش زمیر یا رقص زمیر یا جابجایی زمیر.
چی گفته؟ کی توجه کرد؟ گفت فاقد جهش ضمیر. احسن بهت، باریکالله که اینقدر با یقین داری میگی. قرنچی فعلا فعلا نه بگیریم. کی؟ برای فردا؟ خب بچه ها گفته کدام به فاقد جهش ضمیر داره جمله متشکل از نهاد و مفعول و مستند و فعل. فقط اگه اینو پیدا کنی کار تمومه. گمان مبر که بداریم دست از فتراک، این که هیچی اسنادی نداریم، بدین قد که تو از ما انان بگردانی. انان را بگردانی یعنی بچرخانی، چرخیدن باز. بچه ها به معنی چرخیدن باز میشه چی؟ غیر اسنادی. پس گزینه یک من کلا رفت، اصلا فعل اسنادی نداریم که دنبال مفعول و اینها بگردیم به همین راحتی. دو، گرد هواست که معشوق نگسلد پیمان. اگر هوای تو است، اگر چطور از هوای تو است، اگر هوای تو، اگر آرزوی تو است، اصلا مسند سریه که معشوق پیمان نگسلد، این هم اسنادی نیست. نگاه دار سر رشته تا نگاه دارد، باز هم اسنادی نیست. نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ. بچه شاه رخ نزدی این هیچی. حافظ امکان فوت شد، حافظ منادا. بچه اینجوری میشه، ای حافظ امکان فوت شد، ای حافظ منادا، امکان نهاد، فوت مسند، شد اسنادی. درست فعل اسنادی داریم ولی مفعول نداریم ما، پس خط میخوره. چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. بچه بازی ایام نهاد، مرا مفعول، غافل مسند، کرد اینجا به معنی گردانده، پس چیه بچه ها؟ اسنادیه. پس یک جمله چهار جزئی با مفعول و مسند داریم. آیا جهش ضمیر داریم بچه ها؟ نزدی شاه رخ و فوت، اصلا ضمیر رو داریم که به اسمی چسبیده باشه و اینها؟ نه. پس پاسخ میشه گزینه چند؟ گزینه سه. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. بچه ها جهش ضمیر اینجا داریم، نگاه کنید، شیر خدا و رستم دستان آرزوی من است. من اینجا بنویسم آرزوی من است، این که جهش ضمیره. چطوره بچه ها؟ رستم دستان آرزوی من است، آرزو میشه مسند، ولی مفعول در جملمون نداریم. بریم بعدی. ببینم زبان 1400 بچه ها چی کار میکنی؟ جواب 3 4. بریم بررسی کنیم. گفته در کدام مصرع فعل اسنادی و غیر اسنادی هر دو
یعنی هم باید فعل اسنادی داشته باشیم هم فعل غیر اسنادی. نگفته اجزاش ها، فقط گفته ببین اسنادی و در میان جمع و دلم جای دیگر است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من در میان جمع هستم و دلم جای دیگر است. پس چه هر دو میشه چی؟ به معنای وجود داشتنه. پس میشه چی؟ غیر اسنادی. ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست؟ ما به فلک می رویم، غیر اسنادی. عزم تماشا برای این را بچه برای هست، برای که است یعنی وجود دارد. باز هم چیه؟ غیر اسنادی. درست شد؟ دردی است غیر مردن. غیر مردن دردی است؟ بچه به من جواب بدین، غیر مردن دردی است؟ غیر از مردن دردی وجود دارد؟ کان را دوا نباشد، که آن را چطور نباشد دوا نباشد، دوا وجود نداشته باشد. دو شد. باز به معنای چی؟ وجود داشتنه، از وجود. باز همانجا رویم، غیر اسنادی. جمله که آن شهر ما است، جمله آن چطور است شهر ماست. پس شهر ما میشه چی؟ مسند من، اسنادی. پاسخ همیشه گزینه چند؟ گزینه 4. آقای حبیبی توی تستای دستور از این تستای راحت ما خیلی باهاش سر و کار داریم. مثلا توی تست دستور داشتیم، گفت کلمه دو تلفظی رو پیدا کن. راحت دانش آموز میتونست به سری جاودان و جاودان تست رو بزنه رد بشه. پس توی دستور آماده باشین که این تیپ تست ها هم باهاش سر و کار دارید. حیف هست اینا رو ندارید، بعد این تست سخت آرایه رو بزنید. اوکی، خب این از این بچه ها. این تیپای تسته 1400 که دیگه با هم بررسی کرد. انشالله آقای حبیبی، آرزوی نه من بلکه تمام تیم سبقت اینه که انشالله همه دانش آموزا از هر جایی که در کلاس میشینن از این فایل ها استفاده میکنن بهترین نتیجه رو بگیرن. اصلا یک هدف هست که دانش آموز نتیجه بگیره. انشالله این اتفاق بیفته. خب بچه ها بریم سر وقت قسمت بعدی. آقا این مسنده رو لطفا حواشو خیلی داشته باشید. خب توی تست های آزمایشی کانون و گزینه دو و اینها هم خیلی داریم سر و کلش پیدا میشه. حواستون باشه، فقط به جزوه لطفا خوب تسلط داشته باشید. آقا بریم سر وقت مفعول. نقش بعدی متمم رو گفتیم، مسند رو گفتیم، حالا میایم سر وقت چی؟ سر وقت مفعول. بچه مفعول در این حال که ساده است، گاهی وقتا ما رو خیلی به چالش میکشه. میتونید چرا؟ چون که سه نوع را داریم. بچه توی مفعول یک نکته رعایت بکنید. همیشه هر زمانی که ازتون مفعول رو خواستن، لطفاً اولین کاری که میکنید میرید دنبال فعل. یک هشدار مهم بچه ها، به هیچ عنوان، این نکته تو تستا خیلی داره استفاده میشه، مفعول را از روی را تشخیص ندهیم. بچه ها به هیچ عنوان مفعول رو از روی را تشخیص ندیم. نه خانم امدادیان، حتما باید افعال اسنادی رو خوب بهش مسلط باشی. بعد از تو بوده شد خیلی داره تو تستا استفاده میشه. بعد ببینی آیا این فعل کلمه که مسند هست رابطه اسنادی با فاعل یا مفعول برقرار میکنه یا نه.
حالا انشالله تست کلی که در امتحان میزنیم اینها رو باز مرور میکنیم، توی تستا بیشتر میبینیم. این هشدار لطفا حواستون باشه، هر زمانی که شما خواستید مفعول پیدا کنید فعلتون رو، از فعلتون بچه دو تا سوال میپرسید، چه چیزی را و چه کسی را. تمام، جواب داد میشه چی مفعول من، جواب نداد مفعول دیگه نیستش. بچه توجه به انواع را بسیار مهمه. رای مفعول، رای حرف اضافه و رای فک اضافه. بریم توی به اصطلاح بحث. عزیزان لطفا خوب دقت داشته باشید، چه کسی را یا چه چیزی را آزمودن، چه کسی را آزمودن، خوردن چه چیزی را خوردن، کاشتن چه چیزی را کاشتن، آموختن چه چیزی را آموختن. بچه اینجوری بیاین دنبال مفعول بگردید. مهم نیست که را داشته باشه، مهم نیست که را ظاهر شده باشه، اصلا اهمیت نداره. الان انواع را رو بهتون میگم، فک اضافه همه رو امشب بهتون میگم. بچه خوب دقت بکنی، ممکنه به شما توی تستا ببینید گذرا یا ناگذر، ممکنه ببینید که متعدی یا لازم. این گذرا وقتی بچه ها میگه یعنی نیاز داره به اجزای دیگه، مثل مفعول، مثل متمم، مثل مسند. وقتی میگه ناگذر یا لازم، فقط جمله ما چند جزئیه؟ دو جزئیه. آقا یه نکته دیگه هم بگم اینجا، این رای این مفعول ممکنه به صورت کل جمله رو ما مفعول در نظر بگیریم، ممکنه یک کلمه رو در نظر بگیریم، ممکنه ضمیر. نیا کنید ضمیر، من او را دیدم، الان او ضمیره دیگه، اینجا میشه مفعول من. گاهی وقتا ممکنه به صورت کلمه یا گروه کلمه باشه، وسیله کسره ها به هم اضافه میشه، و گاهی هم به صورت جمله باشه که اینجا میگیم بعد از گفتنه. آقا هر زمانی که شما فعل گفتن رو دیدید، میگوید، بچه از گفتن، میگوید، گفتم، جمله ای که بعدش میاد کل جمله رو مفعول در نظر میگیری. گفت در این معرکه یکتا منم، گفت فعلش در این معرکه یکتا منم میشه جمله مفعولی. چی گفت؟ تاج سر گلبن و صحرا منم، بچه باز همیشه جمله مفعولی. این خیلی باهاش کار داریم ها، تو تستا داره خیلی خودشو نشون میده، پس حواست بهش باشه. گفت دیدی، گفتن دیدی، میگوید دیدی، بودی که بنا مضارعش هست، کل جمله بعدش چی در نظر میگیری؟ مفعول در نظر میگیری. تو ذهنت باشه بچه ها. نگاه کنید، باز من دارم تاکید میکنم، تاکید تاکید تاکید، که هر رای رو به عنوان رای مفعول در نظر نگیری ها. بیایم توی انواع را بچه ها. اولین را رای مفعوله. چجوری بشناسیمش؟ عزیزان فقط از روی فعل، فقط از روی فعل جمله. الان من اینا همه رو میخوام تحلیل بکنم، اشتباه نکنید ها، من به هیچ عنوان نمیگم این مفعوله چون را داره، چون این اشتباهه، چون تستا راحت برای من منفی میاره. نگاه کنید، بیامد دمان پیش گرد آفرید، چو دخت کمند افکن او را بدید. بدید چه چیزی را؟ بدید چه کسی را؟ بدید او را. حالا میگم چی مفعول، رام چیه؟ رای مفعولیه. دخت یعنی دختر بچه ها. کس مشکل اسرار عجل را نگشاد. نگشاد چی چیزی را نگشاد بچه ها؟ نگیم عجل را، نگیم اسرار را، کلش رو باید به عنوان مفعول در نظر بگیری. یعنی مشکل اسرار عجل میشه چی مفعول من؟ گروه مفعولی.
کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد، هیچ. به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر. بچه ها تو اینجا مفعول دارم، سید کرد. چه چیزی را سید کرد؟ اهل نظر را، مفعول. حالا بیا راشو پیدا کن. به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. چه چیزی را نگیرند؟ مرغ دانا را. مرغ دانا مفعول. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد. چه چیزی را نخرد؟ طوفان را. مفعول. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز. باد شرطه، باد موافق. باشد که باز بینیم. چه چیزی را باز بینیم؟ دیدار آشنا را. مفعول. ساغر می بر کفم نه، نه یعنی قرار بده تا زبره. برکشم این دلق ازرق فام را. چه چیزی را برکشم؟ این دلق ازرق فام. گروه مفعولی. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن. چه چیزی را ننگرد؟ بچه توی مصرع اول مفعول داریم، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن. او در چمن به سر ننگرد. ساغر می بر کفم نه. باره کلا نه. چه چیزی را نه؟ ساغر می رو. این هم میشه چی؟ مفعول. احسن بهت، احسن بهت. اینجا مفعول داریم، هر که دید آن سرو سیمندام را. سرو سیمندام میشه مفعول من. بچه سیمندام بدنش مثل نقره است، تشبیه. درست شد؟ ننگرد دیگر به سرو اندر چمن. او در سرو در چمن به سرو ننگرد. چه چیزی را ننگرد؟ سرو را. نه دیگه مفعول نداری. بریم بعدی. آقا این رایی که پس مشخص کردید رای مفعولیه که فقط شما میرید سر وقت چی؟ سر وقت فعلتون که ببینید آیا فعلتون مفعول میخواد یا نه. من رای متمم و بچه ها نمیگم، میام رای فک اضافه. عزیزان یکی از اشکالات دانش آموزای ما توی رای فک اضافه است. اگه خوب گوش بکنی توی 2-3 دقیقه رای فک اضافه رو بچه ها بهتون یاد میدم، به شرط اینکه حواست به من چه. این بچه ها ترکیب اضافی هم هستش، یعنی شما هر جایی که یک سری سوالات میدن که مثلا میگن ترکیب های وصف اضافی رو بشمار، خب هر جایی که رای فک اضافه داشتی یه ترکیب باید به ترکیب های اضافی اضافه بکنی. بیاین اینجا ترکیب اضافه بچه ها بگم رای فک اضافه چیه. عزیزان نگاه کنید، بذار اینجا بنویسم. نگاه کنید، ما یه ترکیب اضافی داریم، یک ترکیب اضافی داریم. ترکیب اضافیمون چیه؟ خب مضاف و مضاف الیه، یعنی اول مضاف میاد بعد مضاف الیه میاد. تا اینجا اوکی؟ حالا رای فک اضافه میدونی چیکار میکنه؟ میاد این کسره رو برمی‌داره، میگه باید من به جاش را باشم، تازه باید جاش هم عوض بشه، یعنی مضاف الیه اول بیاد بعدش مضاف بیاد. حالا هر زمانی که دقت کن، فعل شما مفعول نخواست، اولین کاری که میکنی میای قبل از را رو یک خط تیره یک کسره میذاری، کلمه بعدش اول کلمه که بعد از را اومده میای اینجا قرار میدی میخونی، اگه جواب داد رای فک اضافه است. آقا فقط کلمه قبلش رو میخونیم؟ نه، کلمه بعد را نه، ممکنه کلمه دوم باشه یا کلمه سوم باشه. این رو بهش میگیم چی؟ رای فک اضافه. پس بچه ها رای فک اضافه اون کسره در معنای چیه؟ در معنای را هست. الان بیایم چند تا تحلیل بکنیم متوجه میشیم.
نگاه کنید بچه ها، میگیم ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، بیت 12 شکر نعمت. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. شد اول میگم مفعول که نمیخواد، را قبلش بیا یک کسره بذار، سوخته یک کسره. حالا بخون جان سوخته، به من جواب بدین آیا جواب میده جان سوخته درسته از نظر شما یا درست نیست؟ جواب بدن لطفا. جان سوخته بشد، اشتباه الان این جان سوخته، دقت کن، جان سوخته بشد رفت. جانش سوخت؟ نه سوخت نمیتونیم بگیم، سوخته اینجا صفت مفعولی فعل داره خودش، من نمیتونم فعل اضافه بکنم. بچا اینجا میگیم چی؟ میگیم جان سوخته رفت، جان سوخته رفت. چون میشه جان سوخته مفعول نخواست، پس فک اضافه است. زمانی که هم که اووردیم این را چی میشه؟ خط میخوره. مثال بعدی رو نگاه کن. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. بود فعل اسنادیه، ما مفعول نمیخواد، را اومده. بچه ها میتونم بگم روشنی دیده؟ جواب منو بدین، بله یا خیر، بله یا خیر. باریکلا، چون جواب هست بله، پس این چیه؟ فک اضافه است. کسی را که همت بلند افتد، افتد چه چیزی را افتد؟ همت را بلند افتد، همت مفعوله. آیا ربط داره به را؟ اصلا ربط نداره. بچه حالا پس این را رای چیه؟ یه کسره بذار، رای مفعول که هست، جمله نمیتونه دوتا مفعول داشته باشه. حالا میگم همت کسی بلند افتد، پس این چیه؟ فکه. مرادش کمندر کمند افتد، کمند ریسمان. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. بچه این را رو بعد کجا بذاریم؟ استاد همت رو یه بار دیگه میگین. بله نگاه کنید، اول اومدم سر وقت فعلم، افتد چه چیزی را افتد؟ کسی را که همت بلند افتد. چون همت در جواب افتد اومده، چه چیزی را بلند افتد؟ همت، پس میشه اینجا مفعول من. حالا این را موند، وقتی که میگم را رو از روی مفعول رو از روی را تشخیص ندیم، بچه برای اینجاست، درست شد؟ حالا میگیم کسی را، اینجا همت رو آوردم پشت کسی قرار دادم، همت کسی بلند افتد. همت کسی چطور افتد؟ همت را بلند افتد، پس میشه چی؟ مفعول من. حالا کانجا همیشه باد به دست است دام را. بچه ها اینجا فک اضافه داریم یا مفعول؟ را اومده. کانجا همیشه دام به دست باد، دام باد به دام دست است بچه ها. دام دست میشه چی؟ فک اضافه. چون ما فعلی نداریم که مفعول بخواد، اگرچه جرم او کوه گران است، تو را دریای رحمت بیکران است. باز هم مفعول نمیخواد. بچه دریای رحمت تو، دریای رحمت تو، این را چی شد؟ افتاد.
به خود گفتم جواب است این نه جنگ است، کلوخنداز را پاداش سنگ است. باز مفعولم نمیخواد. بچه را کسره بذار، پاداش کلوخنداز سنگ است. پس رام هم میشه فک اضافه. مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. بچه ها مرا در نهانی یکی روشن است، این مرا رو اینجوری تجزیهش بکنید ها، من را. پس بچه ها در نهان من، در از هست نهان من. بفرم. چنان بود که ضحاک را روز و شب، بچه ها به نام فریدون گشادی دولب. گشاد چه چیزی را گشاد؟ دولب را. پس دولب میشه مفعول من. آقا این رام چیه اینجا؟ روز و شب ضحاک. بچه ها روز و شب ضحاک درست شد؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. خواند چه چیزی را خواند؟ بچه ها صدا زد، سراسر جهان را. بچه ها اینجوری میشه سراسر جهان را، این فک میشه، کلش میشه مفعول من، به سوی داد خواند. اوکی اینم از بریم جلوتر. آقا حالا پس سه تا را بود، یکی رای مفعول داشتیم که از روی فعل تشخیص میدادیم، یکی رای فک داشتیم که بین مضاف و مضاف الیه می اومد، فقط باید قبل از را کلمه قبل از را یک کسره میذاشتیم، کار تمام. کلمه بعدش یا قبل بیار پشت کلمه، اگه جواب داد تمام، اگه این دوتا نبود چشاتو میبندی میگی متممه، اصلا دیگه تحلیل نمی کنی. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، به ما چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان به شیخ جام. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را، روزی به درویش بینوا. خوبان پارسیگو بخشندگان و عمرن، ساقی بده بشارت برندان پارسا. غرور و حسنت اجازت مگر نداده دل، که پرسشی نکنی اندلیب شیدا را. اندلیب شیدا از اندلیب شیدا. کمارانت را مغز فرزند من، همی داد باید به هر انجمن. بچه ها یه نکته، رای حرف اضافه همیشه نه، اینجا معنی از داد. که پرسشی به اندلیب شیدا نمیتونیم بکنیم، گاهی وقتا معنی از هم میده. خواهم امداد یاد قانون درست نکنیم، اگر یه از معنی بده پس دیگه پس ساختار ذهنی من میره توی همون قسمتی که قانون درست کردم. بچه ها اینو توی متمم فعلیا گفتم، فعل دادن با کدوم حرف اضافه میومد؟ جواب بدین لطفا. باریکلا با به. گاهی وقتا این را به معنای به هست، که مارانت را مغز فرزندان من، همی داد چه چیزی داد؟ به مارانت. بچه ها به مارانت مغز فرزند من را، این میشه مفعولم. نگاه کن مفعول رو بدون را آورده، این رای که آورده رای حرف اضافه است. من چقدر دارم تأکید میکنم که مفعول از رو را نشناسی ها. اوکی بریم. خب عزیزان دقت بکنید، نگاه کنید، کلی براتون من تحلیل آوردم،
توی به اصطلاح جزوه هم هستش. اینا رو ازتون میخوام کار بکنید. کار دانش آموزی نکنه بچه ها نتیجه خوبی نخواهد گرفت. گفتم مهرورزان رسم وفا، گفتیم بعد از گفتم کلش میشه چی؟ جمله مفعولی. من یکی دو تا برم بقیه با خودتون. رسم وفا بیاموز. چه چیزی را بیاموز؟ رسم وفا. پس رسم وفا هم میشه چی؟ مفعول. گفت از خوبرویان این کار کمتر آید، کل جمله میشه جمله مفعول. تنم گر بسوزی. بسوزی چه چیزی را بسوزی؟ تنم را. تنم مفعول. به تیرم بدوزی چه چیزی را بدوزی؟ مرا به تیر بدوزی. امان از این ضمیرها بچه ها، مفعول. جدا سازی ای خصم چه چیزی را جدا سازی؟ سرم را. سر میشه چی؟ مفعول. آقا بقیه تحلیل ها با خودتون، بریم تست بریم بعدی. سوال تا اینجا نیستش بچه ها؟ سوال اوکی همه چیز؟ بیایم توی بحث فعل مرکب بچه ها. آقا این بحث تو کتاب تو بچه ها نقشا تموم میشه، دیگه کم کم داره تموم میشه ها. مفعول گفتیم، مستند گفتیم، متهم گفتیم، یک نقشه طبعی مونده که اون رو هم انشاءالله بهتون میگم. عزیزان فعل مرکب چیه؟ توی کتابتون هم نیست، گاهی وقتا داره خیلی سوال داده میشه ازش، پس لطفا تمرکز کن یادش بگیر. بچه ها هر زمانی که یه فعل ساده داشتی قبلش یه اسم یا صفت بیاد این فعل مرکبه، مثل جا خورد، سر خورد. آقا نکته مهم، کلمه قبل فعل نباید مسند، مفعول، متمم باشد. این خیلی مهمه. اگه باشه فعل مرکب نیست، نیست، نیست. یه نکته دیگه بچه ها، یه نکته دیگه عزیزان، بین اون اسم و اون فعل اینجا صفت یا مضاف الیه قرار نمیگیره، قرار گرفت دیگه به حسابش نمیاری ها. حالا بیاین با همین دوتا نکته، بقیه نکته بچه ها اضافه است، با همین دوتا تست میتونید بزنید. الان قش کرد، من میتونم بگم قش کردن که قش مسند باشه؟ قش خوب داریم؟ نه. پس فعل مرکبه. جای خوب خورد، جای بد خورد؟ نه. پس فعل مرکبه. بچه ها جواب بدین، میتونم بگم پیشنهاد کرد، پیشنهاد گرداند، یا پیشنهاد خوب کرد؟ جواب بدین. من چت باکس رو نگاه میکنم. بدو بدوها جواب جواب. میتونیم بگیم پیشنهاد خوب کرد یا پیشنهاد بد کرد؟ بله یا خیر؟ احسن بهت، بله. پس چون میتونیم بگیم دیگه این فعل مرکب نیست. پیشنهاد گردان، پیشنهاد چیه؟ مسند. عزیزان غذا خورد، میتونم بگم غذای خوب یا بد خورد؟ بله. پس این غذا دیگه چیه؟ چه چیزی را خورد؟ غذا، مفعوله. درست شد؟ این هم از این بچه ها. این یه نکته مهمه اینجا بهتون گفتم، نگاه کنید یه لحظه، این خیلی نکته مهمیه. چی گفتیم؟ گفتیم در گسترش قبل از جزوه قبل فعل نباید معنی تغییر بکنه. اگه معنی تغییر کرد دیگه حق نداره بگه اون فعل مرکبه. ما داریم صبح به راه افتادیم. خب به راه افتادیم یعنی بچه ها چیکار کردیم؟ شروع به راه کردیم، شروع به آغاز کرد، آغاز به آغاز راه. حالا اگه بگم راه خوب افتادیم یا راه بد افتادیم که دیگه هیچ. درست شد؟ پس معناش نباید تغییر بکنه. بچه ها نگاه کنید،
لقمه حرام در دهانش گیر کرد. گیر خوب یا گیر بد نداریم. پس این فعل چیه؟ مرکبه. بقیه تحلیل ها با خودتون، اینجا جواباش رو آوردم برات، فکر کن یک کمی تو این قسمت، بریم تحلیل بکنیم. آقا تحلیل ها با خودت، بیایم تا ابتدای چگونه نهاد را پیدا کنیم. خسته که نیستیم بچه ها؟ اوکی اوکی عالی عالی عالی. بچه ها نهاد پیدا کردن ساده ترین قسمتی هست که من معمولا اینو نمیگم اصلا توی به اصطلاح، مرسی مرسی مرسی، توی به اصطلاح این قسمت هستش و خیلی هم ساده است. بچه ها یه نکته گفتم برای نهاد، همینو یاد بگیر تموم. بفرم. هر زمانی که چه کسی چه چیزی یا چه کسانی یا چه چیزی اجزای اصلی جمله به اضافه به پاسخ نهاد جمله منه. مثلا میگم که علی آمد، چه کسی آمد؟ هواپیما برید، چه چیزی پرید؟ هواپیما علی. هر زمانی که به این صورت باشه تموم. فقط یک نکته مهم بچه ها، گاهی وقتها نهادمون به قرینه حذف میشه، این خیلی مهمه، حواسمون باشه. گاهی وقتا نهادمون به قرینه حذف میشه که خیلی اهمیت داره. بیایم اینجا چند تا مثال بزنیم. گفتیم در اولین سالهای پس از تولد ریه ها با صدای شبیه به گریه باز میشوند. فعلش میشونده. چه چیزی باز میشود بچه ها؟ بگین. ریه ها. پس ریه ها چیه؟ نهاد منه. نگاه کنید، در اولین ثانیه ها اینو لطفا از ذهنتون بچه ها بذارین کنار که نهاد اول جمله میاد. این کاملا اشتباهه. یه ساختارهایی رو اصلا دنبالش نباشید. 6 سال اول زندگی پیوسته در حال ذخیره اطلاعات مهم پیرامون هستیم. بچه ها در کی در حال ذخیره کردن اطلاعات پیرامونمون هستیم؟ کیا؟ ما. پس ما میشه چی؟ مفعول نهاد من. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. کی را؟ من را. من را عالمم کرد. من میشه چی؟ نهاد من. گفتم که بوی زلف تو من را گمراه عالمم کرد. یه لحظه بچه ها، یه لحظه نه من اینو اشتباه گفتم. آفرین، درسته. بوی زلف تو، این میشه چه چیزی گمراه عالمم کرد؟ بوی زلف تو، این میشه نهادم یا گروه نهادی من. مرا گمراه عالم گرداند. درست شد؟ اینم از این. آقا تموم، بیایم تا ابتدای نقش طبعی. بله، بوی زلف تو همش با هم میشه چی؟ نهاد من. درست شد؟ تمومه احمد جان. بچه تا همین ابتدای نقش طبعی داشته باشیم، چون این بحث مهمیه، تمومش شروعش بکنیم تموم نمیشه، تستاشو هم باید بزنیم. فقط از میخوام بچه ها یک کمی این مباحث رو مرور بکنید، نیا کنید. من نگفتم، خود دانش آموزا تو چت باکس گفت که چقدر سوالات دستور آسونه. پس اگه یک کمی توجه بکنیم، 5 تا سوال 24% کنکور باید کلا بگیری دیگه. پس حواست به این قضیه باشه. انشالله که کلاس ها مفید بوده باشه و امتحان ها رو هم بچه خوب بدین ها، معدل انشالله بیاد بالا دیگه، بهتر کنید حسابی. مرسی ازتون اینکه حس خوب میدید، خیلی ممنونم. انرژی من هم دوچندان میشه، خستگیم گرفته میشه واقعا. امیدوارم که بهترین ها براتون پیش بیاد و لحظات خوب و شادی رو در کنار خانواده ها داشته باشید. تک تکتون رو به خدای بزرگ بچه ها میسپارم. یا علی مدد و خدا یار و نگهدارتون.